متشکرم. روزگارتون خوش. همیهن گرامی، درود بر شما. درود بر شما آقای عمر. البته هدف بنده تحصیل کردن شما نیست، ولی یک قسمت از سخنان آقای خمینی در رادیو سوئیس یک قسمت کوچیکش درست بود و دروغ نبود که ایشون گفتن ما طبق وقتی که اونجا رفتیم و جمهوری اسلامی درست شد ما با اقلیت‌های مذهبی طبق قانون اسلام رفتار می‌کنیم که این کار رو کردن، همونطور که وقتی با گروهک‌ها که همانا جوان‌های ایرانی بودن برخورد کردن گفتن ما حوصله چاله زدن با شما رو نداریم، همون کاری که محمد با کلیمی ها کرد در یه روز 700 تا رو کشت ما شما رو به قبرستانی میفرستیم و این کار رو کرد. بسیار بسیار سپاسگزارم، نکته بسیار زیبایی بود. براستی من نمیدانم اگر شما یاران من نباشید من از کجا باید اینها رو بیاموزم، از اینکه راهنمایی کردید بسیار درست بود، بسیار درست بود. من میخواستم خدمتتون عرض کنم که این مولاهایی که ادعا میکنن که عرب ها ولی یعنی بزرگانشون جد آبادشون فرهنگ و علم به ایران آوردن، هنوز که هنوزه یک مسلمانزاده عربزاده هنوز از لحاظ تحصیلات به درجه ای نرسیده که بتونه یه بیمار رو درست خوب بکنه و اینا وقتی مریض میشن میرن پلو همون کفار یهودی و پلو زیر تصویه که ارمنی نزست دکتر میکنن و بدنشون رو درست میکنن. خیلی سپاسگزارم از مهرتون. سپاسگزارم. درود بر شما. همیهن گرامی. کربان آبرامیان جانم، درود بر شما. درود همه پهلوانان بر شما. ما به خودمون افتخار میکنیم که صدای شما رو میشنویم. من از شما سپاسگزاری میکنم. دادن شما اینقدر ناراحتی برای ما ایجاد خواهد کرد که ما هر کاری که امکان داره خواهیم کرد. من در حق خودم همه کار میکنم که شما رو اینجا میگردم و شما رو دست ندیم. خواهش میکنم این یک راههایی به ما نشون بدین که ما چه کارها باید بکنیم که شما رو اینجا نگه داریم. خواهش میکنم به تلفن من که اونجا روی در پانویس مونیتور میبینید 818-970-82-85 زنگ بزنید. اگر که پیامگیر من پر باشد که حتما پر شده است، باز هم در نوبت دیگری زنگ بزنید با هم گفتگو کنیم. من نخست از شنیدن صدای شما هم میهنانم، به ویژه یارانم، کسانی که من رو پشتیبانی معنوی میکنید حالا مادیش به جای خود، بسیار شادمان میشم. هیچ چیزی در زیر آفتاب خدا من رو این همه شادمان نمیکنه هنگامی که با یاران خودم، با همسنگران خودم، با هماندیشان خودم گفتگو میکنم. سپاسگزارم از مهرتون. همه همسنگر شما، همه شما رو دوست دارن، یک عده تظاهر میکنن یا به خاطر که واقعا حسادت میکنن به شما یا اینکه واقعا نمیخوان ایران نجات پیدا کنه. سپاسگزارم از مهرتون. با من در پیوند باشید، خواهش میکنم، از راه تلفن یا از راه ایمیل. خیلی سپاسگزاری میکنم. قربون شما. یک مسئله داشتم. بفرمایید. بگوشم. مسئله من این بود که آیا شما فکر نمی‌کنید که اینا برای پاپسازی رژیمشون تمام این برنامه از اول قضیه اینا برنامه سازی کرده باشند؟ امکان این هست که اینا از اول برنامه ریزی کرده بودن یه پاپسازی بکنن که اروپا رو، اروپای شرقی رو با اروپای غربی سوا کنن و حالتی ایجاد کنن که میدونی منظورم؟ بله کاملا میفهمم، ولی من چنین نگاه نمی کنم، چنین نمی بینم. نه هم میهن گرامی، هم یار بسیار خوبم، به باور من همان گونه که همه ما غافلگیر شدیم، من خودم را میگویم، شاید دیگران غافلگیر نشدن ولی من بر این باورم که همه غافلگیر شدیم، خود اونها هم غافلگیر شدن. هیچ طرحی در کار نبود، حتی اگر برخی میگویند که شاید کار آمریکا بود، کار انگلیس بود، نه، کار هیچ کس نبود. جوانان ما باید اینها رو بشناسیم، همین ما باید بچه های خودمون رو بشناسیم. این بچه ها شگفتی ها آفریدند، نه اینکه به خیابان آمدند و گام به گام پیش رفتند، نه، فراتر از اون. شما ببینید با کمترین توانمندی ها بیشترین پوشش خبری را که در تاریخ جهان پیشینه نداشته است انجام دادند. کارهایی کردن این فرزندان ما که به راستی شگفت‌انگیز بود، نه برای ما پدران و مادرانشان، برای همه جهانیان شگفت‌انگیز بود. بنابراین
این بچه های ما بودند که این اهریمن رو غافل گیر کردند. باید این همه ارج به بچه های خود گذاشت. این که میگویم بچه، این واژه از روی مهر برمیخیزد، نه اینکه آنان بچه باشند، نه منظورم کودک، بلکه پهلوانانی که فراستوی افسانه ها رو نیز در نوردیدند. من بسیار دلم میخواست که در یک نشستی افسانه های ایرانی، به ویژه افسانه های مانند آرش کمانگیر را با کاری که بچه های ما در ایران کردن برابر بگذارم و به شما نشان دهم که این فرزندان شما و من فراستوی مرزهای افسانه ها را نیز در نوردیدن. نه فقط مرزها را در نوردیدن، از فراستوی آنها نیز فراتر رفتن. امروز دیگر افسانه آرش کمانگیر کمرنگ شده است در برابر کردوکار بچه های ما، فرزندان ما در ایران. به راستی آرش کمانگیر که روزی روزگاری در بالاترین چکاد اسطوره‌شناسی جهان جا داشت، امروز دیگر کمرنگ شده است، رنگ باخته است در برابر کردوکار دختران شما. در کجای تاریخ ایران، در کجای تاریخ جهان چنین چیزی شما از زنان سراغ دارید؟ من نمیدارم، بارها شاید برای خوشایند گفته می شود، ولی من با تمام جانم، با تمام دلم به زنان ایرانی و به دخترانم در ایران زمین درود میگویم و بر پیشانی همه آنها هزار بوسه میزنم و میگویم گرد بافرید های زمانه، آزادی گوارای جانتان باد، باشید و برزمید. باید، این بایستی شماست که با آزادی برسید و آنگونه که دلخواهتان است بتوانید سربلند و آزاد زندگی کنید. ولی آزادی ارزان به دست نمی آید، آن را مفت به کسی نمی دهند و شما خوب می دارید. گوارای جانتان باد آنچه که در جستجویش هستید. با سپاس فراوان.